در این دور از برنامه ها بحث من متمرکز هست بر موضوع جامعه شناسی روحانیت و در واقع شناخت رابطه‌ای که روحانیت شیعه با جامعه ایران داره، شناختی که از خودش داره، رفتارهایی که بروز میده و چارچوب‌های رفتاری که این نهاد اجتماعی در ایران داره. علت پرداختن به روحانیت شیعه به نظر من در واقع این هست که روحانیت شیعه امروز قدرتمندترین نهاد هست در جامعه ایران. دیگه نهاد اجتماعی نیست، بلکه یک نهاد سیاسی، نهاد تبلیغاتی، نهاد اقتصادی و با مجموعه ای از کارکردهای در هم بافته و پیچیده هست که شناختش برای تک تک شهروندان ایرانی ضروری هست. این نهاد وجه دیگر اهمیت شناخت روحانیت شیعه این هست که امروز این نهاد با تبلیغات مسموم، با رفتارهای نادرست، با فساد به نظر من مهمترین مخاطره هست برای جامعه ایران و در واقع بیماری مهلکی است که سراسر جامعه ایران رو گرفته و جامعه ایران بدون اینکه حساب خودش رو با روحانیت شیعه روشن کنه و این نهاد رو به جایی بفرسته که واقعا به اونجا تعلق داره، یعنی هیچ این نهاد هیچ نفعی از منابع عمومی نبره، کاملا محدود بشه به مساجد و حوزه ها و مساجد و حوزه ها هم با هزینه ها و منابع عمومی مردمی تعیین بشه، غیر از اون روحانیت میتواند به خطر جدی برای همه جوامع تبدیل بشه. فرقی هم نمی کنه روحانیت شیعه، سنی، کاتولیک، یهودی یا هر دین و مذهب دیگری. امروز این نهاد گریبان جامعه ایران رو گرفته، بر سر این جامعه نشسته، بر سر خان نعمت این جامعه نشسته و داره میکنه آنچه را که داره انجام میده. در یک دور دغدغه بسیاری از کسانی که در حکومت هستند این بود که حرکت‌های مخالف، منتقد، اینها ممکن است به براندازی حکومت منتهی بشه. امروز ممکن هست که حکومت پایه‌هاش رو محکم کرده باشه. بسیاری از مخالفان متاسفانه ناامید شدن از اینکه حکومت رو بر بیاندازند، اما به جای ما، به جای براندازی، امروز جامعه ایران مواجه هست با فروپاشی. فروپاشی نهادهای اجتماعی، فروپاشی خانواده، فروپاشی اخلاق و فروپاشی چارچوب‌هایی که مردم نیاز دارن برای اینکه به یه حیات عادی ادامه بدن. یکی از ابتدایی ترین هاش محیط زیست هست. خبرهای محیط زیست رو حتما دوستان دنبال میکنن و میدونن که واقعا داره بر سر هوا و آب و جنگل ها و مراتع کشور چه داره میاد در دورانی که حکومت اختیار این کشور رو، روحانیت اختیار حکومت رو در اختیار داره. بحثی که من در این برنامه دوم برش تمرکز پیدا میکنم مسئله پاکدامنی است. روحانیت شیعه در طی در واقع قرنها از دوران صفویه به این طرف همواره این رو تبلیغ میکرده که روحانیون موجودات پاکدامنی هستند. خب در یک دوره فرصت نداشتن که زشتی هاشون رو به نمایش بگذارن، در پس پستوها بودند، در حجره ها بودند و البته در اون دوره هم بسیاری از اگر کسانی وارد زندگی اینها میشدند، وارد حوزه ها می شدند، مساجد رو می دیدند، آشنا می بودند با مسائل روحانیت، می دیدند که در پس پرده چه می گذره. اما امروز دیگه در تبلها کوبیدند اینها زشتی ها و سیاهی هایی رو که در زندگی روحانیت شیعه وجود داره. من فکر کردم که این بحث پاکدامنی رو در این جلسه ما با هم باز کنیم. تصویری که روحانیت شیعه از خودش به جامعه میده بر سر منابر یا در جلسات درس یا در برنامه‌های تلویزیونی یا آقای خامنه‌ای در مجالس روزه یا کسانی که پیش ایشون میبرند
و نمایش هایی که برگزار میکنن این است که اینا افرادی هستن بسیار وارسته، زاهد. نمایش های تلویزیونی آقای خامنه‌ای رو نشون میدن در مجموعه ای از حاله های نور، این تصویر قدسی و نورانی که از روحانیت شیعه عرضه میشه این با واقعیت اصولا همخوانی چندانی نداره. برای یافتن مجرمان روحانی در ایران، روحانیون شیعه، به نظر من نباید ما به سراغ میزان ضرب و جرح یا چاقو کشی در خیابان یا زورگیری بریم، تو اون آمارا نگاه کنیم ببینیم که آیا روحانیون چه درصدی رو تشکیل میدن. اینها جرائم فقرا و طبقات کم درآمد هست. روحانیون مجرم در ایران سه دسته هستند. یک دسته راندخاران و برندگان از امتیازات حکومت هستند که در واقع جرائم یقه سفیدها رو در همه جای دنیا انجام میدن. تقلب، زد و بند، اختلاس، کارهایی که سیاستمداران، صاحبان قدرت و ثروت و کسب و کار در همه جای دنیا انجام میدن، در ایران روحانیت هست که این کارها رو مشخصا در اختیار داره و مافیاهای تو در تویی که عمدش هم روحانیون دارن اینها رو میگردونن در کنار سپاهیان، اینها رو دارن اداره میکنن. بخش دوم جرائم روحانیون شیعه جنایت علیه بشریت هست، با صدور فتواهای قتل، با شکنجه کردن مردم، با به زندان انداختن مخالفان، روزنامه نگاران، نویسندگان، صدور احکام تازیانه، قطع اعضای بدن، سنگسار و سازماندهی دسته های اراذل الاوباش. اینها جرائم در واقع طبقه دوم کسانی است که امروز مقدرات کشور رو در اختیار دارند. و سوم هم مجرمان و متجاوزان و سوء استفاده کنندگان جنسی، اینها بخش قابل توجهیش از میان روحانیون هستند و کسانی که به روحانیون نزدیک هستند. بنابراین نوع جرائم اینها کاملا روشن هست و مشخص هست که این داستان پاکدامنی روحانیت بیشتر یک افسانه است تا یک واقعیت. اخیرا آقای ابراهیم رئیسی که الان تولیت آستان قدس رو در اختیار دارند، قبلا ایشون دادستان ویژه روحانیت بود و در سوابقش هم اگر بگردیم یکی از کسانی بود که در جریان در واقع هیئت سه نفره‌ای بود که زندانیان رو در سال 67 بسیار هزاران زندانی رو اعدام کردن. یکی از کسانی که تصمیم می‌گرفت این آقای رئیسی بود. ایشون میگه که به عنوان کسی که بیش از 30 سال در کار قضایی هستم باید بگویم پاکترین مجموعه در کشور مجموعه روحانیت هست. این جزء سوگناکترین و تراژیکترین لطیفه هایی است که من در عمرم شنیدم، این سخن آقای رئیسی. این سخن نه تنها سخن یک قاضی، بلکه سخن تمام مقامات روحانیون کشور و مقامات سیاسی کشور هست. اونها همچین اعتقادی رو دارن و این اعتقاد رو تبلیغ میکنن. این اعتقاد آیا واقعا اگر ما به عالم واقع برگردیم این رو میشه باور کرد؟ آیا میشه این سخن رو به آزمون گذاشت و درستی و نادرستیش رو سنجید؟ بحث اول این هست که در واقع سخن اول من این هست که این گزاره ها، این که روحانیت یک مجموعه پاکدامن هست، یک گزاره سنجش ناپذیری است. مثل این که خدا وجود داره، رستاخیز وجود داره، اینا رو کسی نمیتونه اثبات کنه یا نفی کنه با عقل و علم. اینا گزاره های سنجش ناپذیر هستن، یا کسی بهشون باور داره یا نداره. باور هم میتونه کاملا منشأ غیر عقلانی داشته باشه، منشأ غیر علمی داشته باشه، مهم نیست که از کجا آمده، ولی باور و عقیده هست. اینکه روحانیت پاکترین مجموعه در کشور هست، یا امام زمان وجود داره یا امام زمان ظهور میکنه، اینا گزاره های سنجش ناپذیر هست. تنها راهی که برای باور به این گزاره ها وجود داره اعتماد بی قید و شرط شنوندگان به گوینده هست و نه چیز دیگری. کسی که بخواد خودش از مسیرهای عادی و تجربی، نه شهودی و الهامی، به این گزاره ها برسه هیچ راهی در اختیار نداره. اما در مورد این گزاره ما راههایی میتونستیم داشته باشیم، برخلاف این که حالا مثلا امام زمان ظهور میکنه یا نمیکنه، اون رو خیلی دشوار هست، راه عقلانی تجربی وجود نداره.
اما در مورد روحانیت اگر اطلاعات لازم در اختیار ما قرار می گرفت، بالاخص در 14 دهه گذشته، می تونستیم ارزیابی کنیم که آیا این گزاره رو می تونیم قبول کنیم یا نمی تونیم قبول بکنیم، چون آمارهای مربوط به جنایت و در واقع جرائم روحانیون، این آمارها در اختیار افراد قرار نمیگیره، اصولا جمع آوری نمیشه. دادگاهی به اسم دادگاه ویژه روحانیت وجود داره. این دادگاه ویژه روحانیت در طول سال حتی یک برگه منتشر نمیکنه که مثلا حالا غیر از مواردی که از مواردی از روحانیون که به دلایل سیاسی عقیدتی اینها تنها خل لباس میشن اگر جنایات بزرگی انجام بدن، روحانیون غیر سیاسی غیر عقیدتی ها اونها رو خل لباس میکنن فقط به دلیل اینکه نباشن در این صنف، اما دیگرانی هستن که جرائم بزرگی انجام میدن فقط خل لباسشون میکنن. این دادگاه یک صفحه کاغذ منتشر نمیکنه که در سال چند نفر محاکمه کرده، به چه اتهاماتی محاکمه کرده. ما اطلاعی از این داستان متاسفانه نداریم، نمیتونیم در این مورد داستان رو بسنجیم. البته وضعیت کلان کشور در اختیار ما هست، میشه قشنگ از روی مجموعه فسادها، از روی مجموعه ناشایستگیها، اتلافها و کارهای دیگری که در این کشور داره میگذره، میشه ارزیابی کرد که که این مجموعه روحانیون دارن چگونه عمل میکنن. به عنوان مثال شما فقط به بودجه سال 96 نگاه کنید که چند روز پیش به مجلس عرضه شد. صدها میلیارد تومان بودجه برای هر یک کدوم از نهادهایی که روحانیون باش وصل هستن اختصاص پیدا میکنه. خب این پولا چجوری مصرف میشه؟ اینا مشخص نیست. مشخص است که در واقع ما از پیش میدانیم که این پولها چگونه مصرف میشه. اینا در اختیار روحانیون نزدیکانشون قرار میگیره، سفر میرن، زیارت میرن، خوش میگذرونن، ویلا میخرن، در خارج هواپیما میخرن، نمیدونم مجتمعهای مسکونی میخرن. اینا کارهاییست که روحانیون دارن با این منابع انجام میدن. اینها رو دیدیم، اینها در افکار عمومی هست، افکار عمومی اطلاع داره ازش، بسیاری از مواردش و افراد تک تک از میان اعضای خانوادهشون، اونایی که روحانی در خانوادهشون هست یا پاسدار یا عضو دادستانی هست، میبینن که اینها دارن چجوری زندگی میکنن، میشه فهمید که چه داره میگذره. اما آمارهای دقیقش متاسفانه در اختیار مردم قرار نمیگیره. بنابراین این گزاره این که روحانیت مجموعه پاکدامنی هستند به دلیل فقدان آمارهای ریز و در واقع مجموعه ای از اطلاعات قابل اعتماد، نمیشود بدان طریق این گزاره رو مورد داوری قرار داد. اما از وضعیت کلی کشور، از مجموعه فسادها، امتیازات و امور دیگه کاملا میشه فهمید که روحانیت شیعه با منابع کشور چه میکنه و با نیروی انسانی کشور چه میکنه، با جنایاتی که روحانیون در دادگاه ها و در دستگاه امنیتی نظامی اینا دارن انجام میدن. برای ارزیابی گزاره فوق ما به 5 دسته اطلاعات نیاز داریم که این اطلاعات عرضه نمیشه. 1. تعداد روحانیون در سراسر کشور تا بشه میزان جرم رو در میان اونها با دیگر اقشار مقایسه کنیم. میزان و نوع جرائمی که روحانیون بر اساس آنها محکوم شدند. هیچ اطلاعی در مورد پرونده های دادگاه ویژه روحانیت، همونطور که گفتم، یا دادگاه عمومی انقلاب با متهم روحانی منتشر نمیشه. تعداد اونها، نوع جرائم، محکومیت ها، سیر پرونده ها. شکایاتی که از روحانیون در دادگاه عمومی به ثبت رسیده، اینها در اختیار عموم قرار نمیگیره. نمیدونیم چه تعدادی هستن، نوعش چیه. اطلاعی در مورد این شکایات عرضه نمیشه و جایی هم در قوه قضاییه نیست که افراد به این پرونده ها دسترسی داشته باشند. در کشورهای دموکراتیک و جوامع باز پرونده ها بعد از اینکه ثبت میشه، افراد میتوانند به این افراد عادی میتونن به این پرونده ها دسترسی داشته باشن، برای اطلاعاتشو بخونن. اما در ایران چنین چیزی وجود نداره. 4. دارایی و درآمدهای روحانیون و فرزندان و خویشاوندان آنها قبل و بعد از رسیدن به قدرت، برای بررسی میزان سوء استفاده اونها از قدرت، اینها در اختیار عموم قرار نمیگیره. و 5. هم میزان و سیر تحول دارایی شرکت ها و بنیادها
و نهادهایی که توسط روحانیت تأسیس شده در اختیار اونها هست، اونها هم در اختیار کسی قرار نمیگیره. در مورد هر یک از این پنج مقوله اطلاعات پراکنده وجود داره، اما این اطلاعات رو نمیشود به نحو علمی در کنار هم قرار داد و جرائم روحانیت رو با جرائم اقشار دیگه به شکل ریز و تفصیلی اینها رو با هم مقایسه کرد. اما چون اینها در قدرت هستن و میدانیم که در ایران چه منابعی در اختیار اونها هست و بعد وضعیت کشور رو که امروز باش مقایسه میکنیم، خودش مثلا 70% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن در کشوری که دارای ثروت‌های عظیم هست، کاملا خب میشه فهمید که چه، کلن میشه فهمید که چه داره میگذره، اما به طور جزئی کار دشواری هست. بحث دوم من در این بحث پاکدامنی روحانیت در واقع فقدان عوامل بازدارنده هست در میان در جامعه ایران و در حکومت برای اینکه روحانیون رو باز بداره از ارتکاب جرم و فساد. بدون داشتن اطلاعات کافی هم میشه در مورد کمتر یا بیشتر بودن جرائم یک قشر اجتماعی حکم کرد بر اساس قدرتشون و بر اساس عوامل بازدارندگی که در مورد اونها وجود داره. مثلا یک معلم، یک استاد دانشگاه، یک کارگر، عوامل بازدارنده متفاوتی وجود داره که اونها را از فساد و از جرائم و انواع و اقسام تخلفات باز می‌داره و اونها رو پاسخگو می‌کنه در برابر قانون. به عنوان مثال زنان در ایران نمیتونن در جرائم یقه سفیدها یا راندخاری‌ها مستقیما درگیر باشن، چون اونها اصولا سهم قابل توجهی از مشاغل بانکی و بیمه‌ای، بازار سهام، خصوصی سازی و واردات و صادرات در اختیار ندارند و در مشاغل عالی رتبه دولتی هم حضور چندانی ندارند. بنابراین خب نمیشه گفت که زنان در ایران یه قشری هستند که بخش عمده فسادها در از سوی اونها سر میزنه. یا مثلا بریم سراغ اقلیت‌های یهودی، بهایی، سنی، اینها هم نمیتونن نسبتی در فسادهای نسبت قابل توجهی رو در فسادهای رایج در ایران داشته باشن، چون بخش قابل توجهی از اونها از بازار سرمایه و کسب و کار در مقیاس‌های بزرگ حذف شدند. اگر رسانه‌ها در کشور آزاد بودند، باز میشد داوری کرد که چه گروه‌ها و چه اقشاری بیشتر در گزارش‌های مربوط به فساد و یا جرائم دیگر ذکر شدند. اما در مورد روحانیت شیعه که امروز قدرت رو در اختیار داره و منابع ثروت رو در اختیار داره، عوامل بازدارنده‌ای وجود نداره. اونها قدرت مطلقه دارن و هر کاری دلشون بخواد انجام میدن. روحانیون حاکم در ایران به همه منابع قدرت و ثروت و منزلت دسترسی دارن و هر کاری که بخوان انجام میدن، کسی هم بازدار اونها نیست. مثلا در یک مورد خیلی کوچیکش، حدود بیش از 3000 بورسیه دولتی رو برای تحصیل در دانشگاه‌های خارج کشور به نزدیکان، دوستان، خویشاوندان و پاسداران اونها داده شد و در نهایت هم یه سر و صدایی شد در ابتدای دولت روحانی، ولی در عمل وزیر علوم و آموزش عالی بود که استیضاح شد و برکنار شد به خاطر اینکه این اطلاعات رو کارکنانش در اختیار بقیه گذاشتن. هیچ سازمان و نهادی در درون سازمان روحانیت شیعه یا بیرون این سازمان برای پیشگیری یا نظارت بر جرائم روحانیون وجود نداره. دادگاه ویژه روحانیت دستگاهی است که زیر نظر مستقیم رهبری فعالیت میکنه و بیشتر کارکردش تصفیه روحانیت و حکومت از روحانیون معترض هست تا برخورد با جرائم مالی و فساد روحانیون. بحث سوم در مورد روشی است که روحانیت شیعه برای توجیه یا در واقع برای فریب افکار عمومی اتخاذ کرده و این روش خب در میان دینداران و باورمندان و کسانی که به اطلاعات دسترسی ندارن معمولا روش مؤثری بوده. خب البته با گسترش رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی این روش داره کم کم چاقوش کند میشه، ولی همچنان در برخی از اقشار این روش‌ها میتونه تأثیر داشته باشه و اون روش هم تمسک به مقدسات هست. مثلا مثل خوردن، ادعای خوردن نبات امام زمان
هنگامی که روحانیون و دیگر دینداران به عالم سیاست و اقتصاد وارد میشن، معمولاً کولبار دینی و اعتقادی خودشون رو زمین نمیگذارن. اونها عقایدی رو با خودشون به همراه میارن که در دنیای سیاست و اقتصاد سم مهلک هست. به همین دلیل هم معتقدم روحانیون امروز بزرگترین، در واقع روحانیت شیعه بزرگترین مخاطره هست برای جامعه ایران. اینها از این جهت سم مهلک هستند که افراد رو فراتر از انتقاد و وارسی قرار داده و تحقیق ناپذیر میکنند. افرادی که فراتر از انتقاد و تحقیق ناپذیر هستند در حوزه سیاست و اقتصاد غیر شفاف و غیر پاسخگو میشن و ادعا میکنن که فقط به خداوند و مقدسان پاسخ میدن. در آخرتی که ما خبر نداریم که هست نیست، نمیشه اثباتش کرد، نمیشه عقلا نفیش کرد. اونها معمولا مدعی میشن که موظف به انجام تکلیف هستن، هر کاری که میکنن تکلیف الهیه و نه راضی کردن و خوشنود کردن مردم یا در چارچوب های عقلانی و علمی عمل کردن. بدین ترتیب هر بلایی که اونها بر سر منابع مردم بیارن، چه منابع طبیعی چه ثروت های ناشی از کسب و کار و چه نیروی انسانی، در واقع دارن با انجام تکلیف با مردم برخورد میکنن. این نحوه نگرش در واقع مرز میان خدمت و خیانت رو در یک بررسی عقلانی حذف میکنه. کسی که اعتقاد داره نبات امام زمان رو خورده و توجه خاصی به وی شده، از موضع خداوند با دیگران برخورد میکنه. او خود رو صاحب معرفتی میدونه که بقیه از اون محروم هستن. به این داستانی که حالا خدمتون میخونم، به این داستان توجه بکنید. تصور کنید شخصیت داستان زیر به چه راحتی حکم قتل مخالفان خودش یا مصادره اموال مخالفان یا در اختیار گرفتن اموال عمومی رو میده. کسی که چنین تصوری از خودش داره، این رو براتون میخونم. این عبارت رو، یه خاطره ای هست از آقای هاشمی نژاد، بخشی از کتاب مجموعه خاطرات حاج آقا مشتبه است. این فرد چنین میگه، میگه پدرم مرحوم آیت الله میرزا عبدالعلی تهرانی گاهی به مغازه یک عالم اهل معنا به نام سید عبدالکریم کفاش در انتهای بازار آهنگرها میرفتند که به سید عبدالکریم پینه‌دوز معروف بود. این سید با اینکه روحانی بود و اهل علم، از طریق پینه‌دوزی و کفش دوختن در مغازه کوچک خیش امرار معاش میکرد. از این داستان‌ها خب برای مردم زیاد میگن، و هنوزم میگن که یه نفر روحانی رو در یک روستایی پیدا میکنن که هنوز بیل میزنه، این رو به جامعه معرفی میکنن، ببین که تمام روحانیون دارن زحمت میکشن و با دسترنجشون دارن زندگی میکنن، در صورتی که نه، بسیار پدیده‌های نادری هست و اون روحانی هم که در روستای خودش بیل میزنه احتمالاً زمین کشاورزی پدرش هست، نمیخواد از بین بره، یه چند روزی برای حالا باغبانی، تفریحات ممکنه بره اینجا یه همچی کارهایی رو انجام بده، چون واقعا اینها نیازی ندارن به اینکه این کارها رو انجام بدن. در ادامه ایشون میگه بین علما مشهور بود که وجود مقدس مولا صاحب الزمان به ایشان توجه خاصه‌ای دارند. از این داستان‌ها هم زیاد برای مردم میگن که فلان آخوند، فلان روحانی، اینا برای همدیگه چنین داستان‌هایی رو میسازن، چون این داستان‌ها کارکرد داره. در ادامه و گاهی به حجره او هم سر میزند. امام زمان میاد حجره بابا بهش سر میزنه. روزی امام عصر قطع نباتی را به سید عبدالکریم کفاش مرحمت کرده بودند که ایشان هم مقداری از آن قطع نبات را به پدرم میرزا عبدالعلی مرحمت کردند. پدرم به منزل آمدند و مقداری از آن نبات مرحمتی امام عصر را در دهان من نهادند. این تکه نباته هم همینطور توضیح میشه، تمام اینها بالاخره از این نبات برخوردار شدند. در ادامه ایشون میگه این علومی که نصیب شد و عنایاتی که به من رسید ریشه همش از آن نبات مرحمتی امام عصر است. وقتی کسی تمام علومش از نبات مرحمتی امام زمان باشه، دیگه دهان همه باید بسته باشه. شما بیای علم طرف رو بررسی کنی، بیای رفتارهای اجتماعیش رو بررسی کنی، بیای نمیدونم نحوه معیشتش رو بررسی کنی، کسی که در حکومت قرار میگیره، اینا ملاک نیست. ملاک این است که این آقا نبات مرحمتی امام عصر رو دریافت کرده و هی دونه دونه
در خانواده های روحانی این نبات مرحمتی در دهان افراد گذاشته شده. ایشون میگه هنوز حلاوت آن نبات در کام من است و من فکر نمی کنم که خدا بدن مرا به آتش بسوزاند. اینا هر کاری بکنن معتقدن که بدنشون در آتش نمی سوزه. تازه اونایشون که به آخرت اعتقاد دارن، بس بخش بسیار قابل توجهشون به آخرتی اعتقاد ندارند. این رو از رفتارهاشون میشه فهمید. اما اونایی هم که به آخرت اعتقاد دارن معتقدن که این نبات مرحمتی نمیذاره که اینها در آتش بسوزن. چرا؟ چرا که در آن تبرکی از امام زمان وجود دارد. این خاطره رو از آقای هاشمی نژاد که از روحانیون معروف در واقع براتون نقل کردم که در کتاب مجموع خاطرات حاج آقا مجتبی این اومده. خب چه کسی جرأت میکنه نظرات فقهی کلامی این فرد یا احکام صادره از روی احکام صادره وی رو که در هر صورت بدنش در آتش نمیسوزه زیر سوال ببره؟ کدوم دینداری میتونه چنین کاری رو انجام بده؟ یا اگر انجام بده در میان دینداران به کافر و زندیق و فاسد و اینها در واقع ازش یاد خواهند کرد. این فرد که اعتقاد دارد در جهنم نخواهد سوخت به نظر من به هر کاری قادر هست. اینها خطرناکترین افراد در عالم هستند، کسانی که معتقدند که قادم چیز هستند، مبرا هستند از هر گونه پاسخگویی، چه به مردم چه به درگاه اخلاق یا درگاه خداوند یا هر جای دیگری. اینا معتقدند که در جهنم نمی‌سوزن، هر کاری که بکنن مشکلی نداره، بنابراین همه کار میکنن. ما در 4 دهه گذشته دیدیم که روحانیون هر کاری رو که شما تصور بکنید، هر جنایتی رو که بشه تصور کرد، اینها در طی این 4 دهه مرتکب شدن در شرایطی که قدرت رو در دست داشته باشن. خب بحث چهارم من حالا اینجا این هست که اگر شواهد و اطلاعات کافی در وقوع جرم و فساد در دسترس نباشه، حکومت اینها رو پنهان کنه، روحانیون اینها رو خیلی استادن در پنهان کردن، عوامل بازدارنده هم وجود نداشته باشه، این مقدمه دوم، و مقدمه سوم هم امکان توجیه جرم و گریز از اون هم فراهم باشه با همین داستان نبات خوردن، آنگاه برای وارسی میشه به سراغ قرائن و شواهد غیر مستقیم رفت. البته همون ستای اولی کافی هست برای اینکه شما برسید به این نظر که این مجموعه مسموم و خطرناکی هست. اما حالا فرض کنیم که این نتیجه گیری رو هم نتونیم انجام بدیم، میتونیم به سراغ قرائن و شواهد غیر مستقیم بریم. قرائنی که خدمتتون من عرض میکنم مدعای پاکترین قشر بودن روحانیت رو به جد مورد تردید قرار میده یا به سطل زباله میاندازه. اولیش سطح زندگی روحانیون هست در سالهای قبل از انقلاب و سطح زندگیشون هست در سالهای بعد از انقلاب. در سالهای قبل از انقلاب سطح زندگی اونها از متوسط جامعه پایین تر بود یا حد اکثر در حد متوسط جامعه بود، اما امروز سطح زندگی اونها در اندازه ثروتمندترین و غنیترین قشر جامعه هست. بیشترین ثروت جامعه در دست روحانیون هست. روحانیون امروز عمده منابع کشور رو در اختیار دارن. همه قرائن این نکته رو تایید میکنه. نکته دوم، شاهد دوم، روحانیون شیعه امروز دیگه از طریق خمس و زکات یا روزخانی، اوقاف، امورات خودشون رو نمیگذرونن. این هر کسی از مشاهدات پیرامونش میتونه این رو نتیجه بگیره. این منابع و امکانات عمومی و دولتی هست که زندگی اونها و مخارج اونها رو تأمین میکنه بدون اینکه هیچ گونه پاسخگویی یا حساب کتابی در این زمینه وجود داشته باشه. هزینه های زندگی روحانیون و هزینه های مؤسساتی که در اختیار اونها هست، چه مؤسسات کسب و کار، چه پژوهشی، چه غیر پژوهشی، آموزشی، اونقدر زیاد هست که بخش خصوصی با مالیات دینیش قادر به تأمین درصد اندکی از اون هم نیست. تنها مؤسسه آقای مصباح در بودجه سال 96 نگاه بکنید، چیزی حدود 20 میلیارد تومان بودجه از دولت فقط میگیره، از دستگاه خامنه‌ای هم میگیره، از نهادهای دیگر هم میگیره. اینا هزینه ها امکان نداره که با خمس و زکات و اینها بگذره. بودجه های عمومی هم تا حدودی محدودیت دارن،
بنابراین بسیاری از منابع کشور رو به شکل غیر مستقیم در پشت قباله اونها انداختن. کارخونه ها، شرکت های بزرگ که عمومی بوده، دولتی بوده، در اختیار اینها قرار گرفته. دسترسی روحانیت به قدرت بدون شفافیت اصولا این گونه رفتارها رو سوال برانگیز میکنه. و شاهد سوم، پیش از انقلاب 57 کسانی که با روحانیون ارتباط داشتند یا جوانان مذهبی بودند که نمیتونستند کمکی به روحانیت بکنن، یا بازاریانی بودند که بخشی از مخارج زندگی اونها رو تامین میکردند. اوقاف و کمک‌های مالی حکومت پهلوی هم در واقع زندگی بخشی از روحانیون رو که با حکومت مشکلی نداشتند تامین میکرد. اما بعد از انقلاب همه کسانی که با روحانیت در ارتباط بودند از امتیاز بهره برداری از منابع عمومی برخوردار شدند، چه بازاریانی که به خاطر ارتباط با روحانیت امروز به گربه‌های چاق تبدیل شدند و در واقع ثروت‌های بادآورده و افسانه‌ای دارند، و چه جوان‌هایی که در قالب پاسدار و اینها به روحانیون نزدیک شدند و امروز بخش قابل توجهی از ثروت کشور در اختیار اونها هست. اینا هیچ کدومشون نه تنها در گذران معیشتشون مشکل ندارن، بلکه معیشت چندین نسل خودشون رو هم تأمین کردن و مشکلی برای اونها وجود نداره. از همین جهت هم هست که من در پایان برنامه برمیگردم به همون بحثی که در ابتدای برنامه داشتم، که برای یافتن مجرمان روحانی ما نباید به سراغ آمارهای مربوط به میزان ضرب و جرح یا چاقوکشی یا زورگیری یا اینجور قضایا بریم. اینا جرائم فقراست، جرائم طبقات پایین هست. در مورد روحانیون باید بریم به سراغ جرائم بزرگتر، جرائمی که در مقیاس‌های بزرگ باید دید: راندخاری، امتیاز بردن، اختلاس، تاراج منابع عمومی، دستهش هست، زد و بند، واردات و صادرات قاچاق. در ایران منابع دولتی میگن، منابع رسمی میگن که حدود 25 میلیارد دلار سالانه قاچاق میشه. این قاچاق رو عمدتاً روحانیون و نزدیکان روحانیون هست که در اختیار دارن. دسته دوم جانیان علیه بشریت هستن، کسانی که سرکوب میکنن، میکشن، شکنجه میدن، دست قطع میکنن، کارهای از این قبیل که عمدتاً فتاواش و احکامش رو روحانیون صادر میکنن. ما در ایران دیدیم که یک فقیر رو برای زورگیری 70,000 تومان اعدام میکنن، اما افرادی هستن که میلیاردها، ده ها میلیارد، هزاران میلیارد رو اختلاس میکنن، اما هیچ ماجرایی، اونایی که در واقع پیوندهای محکمی با حکومت دارن، اونها نه مبرا هستن. امروز داستانهایی که گفته میشه خیلی جالب هست. شورای نگهبان در یک دوره ادعا داشت که افراد رو رد صلاحیت میکنه با معیارهای فقهی، اما یکی از اعضای مجلس در همین مجلس جدید اخیراً اعلام کرده که با دادن 2 میلیارد تومان افراد میتونن صلاحیت خودشون رو برای اینکه عضویت در مجلس بگیرن، صلاحیت خودشون رو از صافی شورای نگهبان بگذرونن. ببینید چه سود عظیمی داره وارد شدن به مجلس که فردی حاضر هست که 2 میلیارد تومان بده برای اینکه صلاحیتش از شورای نگهبان در شورای نگهبان تایید بشه. و دسته سوم جرائم هم جرائم جنسی است، تجاوزات، سوء استفاده ها. اینها در میان روحانیون و نزدیکان به روحانیون، مبلغان دینی، مداحان، قاریان قرآن، در میان اونها مواردش بسیار بوده، بسیاریش رو تلاش کردن پنهان کنن. دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی با تهدید، با ارعاب، خب برخی مواردش هم بیرون میزنه، اطلاعاتش به دست مردم هم میرسه. اینها مجموعه در واقع اطلاعاتی است که ما در مورد پاکدامنی روحانیت شیعه در اختیار داریم. این داستان رو متاسفانه هنوز کسانی هستند در جامعه ایران که با تبلیغات سیاسی، با نشان دادن، گذاشتن موسیقی های خیلی لایت و خیلی آروم روی تصاویر آقای خامنه‌ای که دارن روی فرش راه میرن آرام،
و چهره های قدسی از اونها نورانی الهی از اینها عرضه می کنند یا روحانیون دیگه مراجع. اما وقتی والد زندگی اینها شما بشید، روابطشون رو ببینید که چه فسادی، چه سوء استفاده ای از قدرت و چه فسادهای عظیمی، از فسادهای جنسی تا قتل و کشتار و خشونت و شکنجه تا اون طرفش فسادهای مالی رو در زندگی های اینها تک تک وقتی بگردیم، خواهید دید که نه، چنین ادعایی واقعا ادعای بیپایه و بیاساسی است. من امید دارم، اینطور نیست که مایوس باشم، که جامعه ایران همچنان در خواب غفلت نسبت به وضعیت روحانیت شیعه، بخش کوچکی از جامعه ایران مغفول هست از اینکه در میان روحانیون شیعه چه میگذره و برخی از این داستانها رو خب متاسفانه اینها باور میکنن که افرادی با خوردن تربت امام حسین یا نبات امام زمان اینها قدرت‌های ویژه‌ای پیدا می‌کنند و افراد هم نباید اصولاً اینها رو مورد پرسش قرار بدن. اما خب با گسترش تحصیلات، با اطلاعات، افراد کمتر متوجه میشن و با مجموعه فسادها و جنایاتی که اینها هر روز دارن مرتکب میشن، من امید دارم که جامعه ایران روزی بیدار بشه و متوجه بشه که روحانیت شیعه چه بلایی بر سر جامعه ایران آورده با چنین ادعاهایی، با برقرار کردن چنین رابطه‌ای با جامعه، یعنی با در واقع نمایش خودش به عنوان یک قشر پاک دامن. در مورد دولت‌ها خب این خیلی سریع‌تر خودش رو نشون داده. مثلا دولت احمدی نژاد ادعا داشت که پاک دست‌ترین دولت هست، در حالی که صدها میلیارد تومان درآمدهای نفتی، صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی رو اینها در طی 8 سال به تاراج دادن. در مورد روحانیت شیعه هم امید من این هست که کم کم جامعه ایران از این خواب غفلت، اونهایی که هنوز در خواب هستن، از این خواب غفلت بیدار بشن. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه دوم از دوره 17 برنامه‌های در غیر این صورت که اختصاص داشت به بحث و در واقع تفسیر و نقد این ادعا که روحانیت یک قشر پاکدامنی است در جامعه ایران. تا هفته آینده که در برنامه دیگر در خدمت شما خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.